اوتیسم یا بیماری خوددرماندگی نوعی اختلال رشتی است که فردا در روابط اجتماعی دچار مشکل می کند. بیماری که علائمش تا پیش از سه سالگی بروز می کند اما تشخیص آن بسیار مشکل است. این کودک 9 ساله گرفتار بیماری اوتیس بوده اما بیماری او بسیار دیر تشخیص داده شده چرا که در حال حاضر آزمایش مطمئنی برای تشخیص اوتیس وجود ندارد مدت زیادی سعی کردیم که بیماری رو تشخیص بدیم فکر می کنم اگه راهی بود که زودتر بیماری تشخیص داده می شد من میتونستم بهش تو خونه کمک زیادی بکنم زمانی که داشت تو خونه عذاب می کشید در مجله علمی نیچر خبر کشف راهی برای تشخیص مطمئن بیماری اوتیسم را منتشر کرده روشی که با یک کیت آزمایشگاهی انجام پذیر است کشفی که توسط گروهی به سرپرستی نقی مومنی در دانشگاه لیناوس سوئد انجام شده ما اولین گروه در دنیا هستیم که تانستیم از طریق خون تشخیص بدیم که این بچه دو بیمار دارای بیماری آوتیس هست یا نه عملکرد مغز در بیماران اوتیستیک با دیگران متفاوت است که گاهی سبب گوشگیری، استفاده از کلمات بی رب در گفتگو، انجام کارهای تکراری بی هدف و عدم ارتباط اجتماعی مناسب می شود. دکتر مومنی معتقد است این قسمت قرمز رنگ که پپتاید نامیده می شود در اثر فعالیت آنزیمی از پروتئین بزرگتر سیتریل جدا شده و وارد خون می شود. پپتاید جدا شده مانع از رسیدن برخی از پیام ها از اعضای بدن به مغز می شود که نتیجه آن عملکرد متفاوت مغز است ما به مرحله رسیدیم که می تونیم کیت تشخیصی ما رو درست بکنیم این کیت به این صورت که چند قطره خون رو استفاده می کنیم و می تونیم ببینیم که اون پپتایدی که ارسلیم خدمتون در این خون هست یا نه اگر در خون وجود داشته باشه بیشتر پوزیتیو می توانیم ببینیم نشون میده که بچه آوتیست داره اگر نباشه بسیار نگتیب منفی که بچه سالمه تحقیقات در دانشگاه لوند و سپس لیناوس سوئد تکمیل شده اما نمونه خونها از کودکان ایرانی گرفته شده است این تحقیقات طولانی بیش از دو میلیون و سی هزار دلار هزینه داشته که آن را هم یک ایرانی تمین کرده سیامک شاهنوشی مدیر شرکتی با تخصص آزبس این پول را برای تحقیقات دکتر ممنی تمین کرده البته با نفر از دکترای دیگه هم صحبت کردم درباره این ریسرچ اون هم خیلی صحبت هایی که داشتن خیلی ناامید بود که میگفتن این این پروژه که مثلا آقای مؤمنی تو نظر داره چیز هیوج خیلی بزرگه خیلی و زیاد هم همچین امیدواری به من نداد 2005 ولی من خودم ادامه دادم تا حالا تحقیقات تقریبا به مرحله پایانی رسیده اما برای تولید انبوه محصول نهایی نیاز به سرمایه گذاری بیشتری است تا کنون 43 شرکت اعلام آمادگی کردند ساخته شدن کیت تشخیص اوتیسم قدم بزرگی در دنیای پزشکی خواهد بود شهریار سیامی بی بی سی